Missbrauchen. Hast du die ganze Zeit mein Vertrauen missbraucht? Ich habe dein Vertrauen nicht missbraucht. Kaputt machen. Wer hat meine Tasche kaputt gemacht? Niemand hat deine Tasche kaputt gemacht. Sie ist kaputt gegangen. درود دوستان نازنین، با ادامه درس در خدمتتون هستیم. تو این درس میخوایم چندین فعل یاد بگیریم. مثل همیشه میگم درس ها رو میتونید از تلگرام من دانلود کنید، همین متن ها رو با نوشته هاش که بتونید داشته باشید، و حتما از وبسایت یادگیری استفاده کنید، از اپلیکیشن یادگیری که آرمش رو اینجا میبینید که توی اپل استور، پلی استور مجانی براتون برای دانلود هست، استفاده کنید، چرا که اونجا درس ها منظم براتون به ترتیب شده. خواهش دیگه که ازتون دارم اینه که حتما توی کانال عضو بشید. روی دکمه ابونیرن، دکمه پایین قرمز کلیک کنید و روی زنگوله هم فشار بدید تا اخبار کانال مداوم به دستتون برسه. فعل میسبراخن. برای این فعل یکم براتون توضیح میدم، به خاطر که میدونید چندین فعل رو همزمان یاد بگیریم. براخن یعنی نیاز داشتن. میسبراخن، میس اول هر فعلی بیان معنیش رو خیلی بد میکنه، یعنی سوء میکنه، سوء معنیشو میشه سوء نیاز داشتن، که ما توی فارسی نداریم. توی آلمانی معنیش میشه سوء استفاده. سوء استفاده، حالا یکی میتونه از یک اعتماد سوء استفاده کنه، میتونه از یک قانون سوء استفاده کنه، یا میتونه به یک شخص تجاوز کنه، سوء استفاده جنسی کنه. پس هر سه حالت رو داره. خب من اینو اینجا بنویسم، میشه سوء استفاده از اعتماد مثلا، از قانون، یا مثلا میگن سوء استفاده جنسی. اوکی، پس براخن نیاز داشتن، میس براخن سوء استفاده کردن. حالا بزن یه فعل دیگه هم بهتون یاد بدم. یه فعل داریم به نام فر براخن، این میشه مصرف کردن. فر اول هر فعلی بیاد یه سری تأثیر روش میذاره، که اگر خیلی دوست دارین تأثیر فعلهای آلمانی رو، یعنی پیشوندهای آلمانی رو بدونین، توی وبسایت من یا توی اپلیکیشن من توی بخش به اینس بیتسفای نوشتم پیشوند فعلهای آلمانی، اونجا میتونید ببینید. پس شد فبراخن یعنی مصرف کردن. مثلا چی مصرف میکنه؟ مثلا میگیم این گازه خیلی شتروم فبراخن میکنه، یعنی مصرف برقش بالا هست. یا مثلا انسان ها خیلی گوشت مصرف میکنن، دی منشن فبراخن فیل فلایش. اوکی، پس یه همچین مفهومی رو تو ذهن داشته باشید. سه تا فعل رو همزمان یاد گرفتیم. حالا اینجا میخواییم مثال یاد بگیریم. هست دو دی گانس زایت مین فترون میسبراخت. پس میشه گذشتش میشه هابن میسبراخن. ببینید میس گبراخت هم نیست، اینو هم یاد بگیرین. میس اول هرچی بیاد یعنی فعل ترنبار نیست. میس اینجا من می‌نویسمش جدا نشدنی هست، میس گبراخن نیست، میس براخن. هست دو دی گانزه زایت مین فترون میس گبراخت. آیا تو، در واقع یک آیام یا تو یا آیاش میتونیم برداریم، تو تمام مدت در واقع از اعتماد من سوء استفاده کردی یا میکردی؟ تو تمام مدت از اعتماد من سوء استفاده میکردی. فتراون میشه اعتماد. فتراون، اینو یه دونه فلش میزنم اینجا ببینید، فتراون یعنی اعتماد، یعنی خوشحال‌تر بنویسم اعتماد.
حالا اون جواب میده نه بابا چطوری این چرا همچین حرفی میزنی، من از اعتماد تو سوء استفاده نکردم. Ich habe dein Vertrauen nicht missbraucht. من از اعتمادت سوء استفاده نکردم. اوکی؟ پس این اینجوری شد. من اینا رو تمیزش میکنم که میخواین دانلود کنین از تلگرام من براتون تر و تمیز باشه. خب فعل بعد کاپوت مخن. این مخن مخن معروفه. آلمانی ها موقعی میخوان بگن خارجی اشتباه حرف میزد میگفتن مخن مخن حرف میزد، یعنی همه چیزو با مخن میگفت. این اشتباه نکنید، همه چیزو نمیتونید با مخن بگید. کاپوت مخن یعنی خراب کردن. آره این مخن یعنی انجام دادن، کردن. پس اینجا ولی کاپوت مخن به عنوان یک چیزی رو خراب کردن میتونید استفاده کنید. یک لیست من تو تلگرام هم گذاشتم برای دانلود از همین فعلایی که با مخن ساخته میشن. اولاب مخن، کاپوت مخن، اینجور چیزا نوشتم با مثال حتی. و هد مینه تشه کاپوت گمخ. کی، چه کسی، مینه تشه، کیف من را، کیف من را کاپوت مخن. هم بچه ها آکوزاتیو ها، من اینجا بنویسم آکوزاتیو بودنشو. کاپوت گمخ، خراب کرده. کی کیف منو خراب کرده؟ فعل بعدی، من این ادامه جمله رو اینجا بنویسم که شما متاسفانه به خاطر تصویر کوچک نمیبینیش. زی است کاپوت. چی نوشتم؟ کاپوت گگنگن. میگه نیمند حد دین تش کاپوت گمخت. هیچ کس، نیمند میشه هیچ کس. هیچ کس دین تش کاپوت گمخت. هیچ کس کیف تو رو خراب نکرده. کیف تو رو خراب نکرده. زی ایس کاپوت گگنگن یعنی خودش خراب شد. زی ایست کاپوت گگنگن. کاپوت گگنگن اینو من به عمد نوشتم. اتواس کاپوت گگنگن، خراب شدن، خرابی رفتن. این رو تو ذهنتون داشته باشین. اتواس گیت کاپوت. پس فعلش در واقع اینجوری هست که میگه اتواس یک چیزی، it was get kaput، یک چیزی خراب میشه. این فعلش هست و چون gehen هست در واقع فعلش، گذشتهش میشه ist gegangen. etwas ist kaput gegangen، یک چیزی خراب شده. حالا فعل مهم آلمانی که از آلمانی ها خیلی میشنوید فعل interessieren، یعنی تمایل داشتن، علاقه داشتن، یا حتی بگیم تمایل نشان دادن، علاقه داشتن. پس این سه تا معنیش میشه. سالاش صفحه بعد یا دیگه Wofür interessierst du dich؟ پس شد interessieren sich für etwas. چیز interessieren mich für etwas. من علاقه دارم für etwas، به چیزی، برای چیزی، تمایل نشون میدم برای چیزی، für etwas. به خاطر همینم میشه wofür. موقعی میخواین سوال بپرسین interessierst du dich، یه خانومی یه آقایی باهاش آشنا شدین، میخواین ازش بپرسین به چی علاقه داره، به فیلم، به سینما، به پیاده‌روی، به ورزش، به نمیدونم پارتی، اینجوری ازش میپرسین wofür
interessierst du dich? به چی تمایل داری؟ به چه چیزی تمایل داری؟ یا علاقه داری؟ اوکی، ممکنه بگی نقاشی، ممکنه بگی نمیدونم ورزش، یا میتونه بگی پارتی. پس ولی همه رو میتونیم بگیم interessiere mich für etwas. اون میگه من interessiere mich für مثلا فوتبال، ich interessiere mich auch für Fußball. Ich interessiere mich für Bücher. خب من علاقه دارم به کتاب ها. ببینید توی فارسی ما میگیم من به کتاب علاقه دارم، توی آلمانی یه سری چیزا رو باید به صورت جمع بگین. Ich interessiere mich für کتاب ها. اگر بگین من به کتاب علاقه دارم، انگار مثلا یک به این کتاب داریم میگیم، مثلا بگیم کتاب مقدس من علاقه بهش دارم. ولی وقتی که میگیم بوشه، یک آلگماینه. Ich interessiere mich für Sport مثلا. این یک آلگماینه، باید بتونید آلگماین بگین. Ich interessiere mich für Musik. یا نمیدونم پاپ موزیک یا راک موزیک یا هر چیزی، ولی یک آلگماین باید بهش بگین، یک جمعی باید بهش بگین. مگر اینکه بگین ich interessiere mich für moderne Architektur von 90er Jahre. خیلی دقیقش کنین، من علاقه دارم به معماری مدرن سال 1900. اوکی، پس این حواستون باشه که خیلی آلگماین باید این رو عنوان. خب ویدیومون داره طولانی میشه، به خاطر همین باقیش فرد شب میگیم. ویدیوهامون شاید مثالامون کمه ولی پرباره، به خاطر اینکه کلی مثال میگیم. اولش هم که یک آلمانی جملات رو میخونه، گوشتون دقیقا با جمله آشنا میشه. میتونید یه دور برگردین، از اول اون رو گوش بدین تا کامل گوشتون باهاش آشنا بشه. موفق و پیروز باشین. حتما توی کانال عضو بشید، روی دکمه ابونه رنگ کلیک کنید، روی زنگوله فشار بدید تا ویدیوها رو از دست ندید. تا ویدیو بعد، در واقع فردا شب، خداحافظ. missbrauchen. Hast du die ganze Zeit mein Vertrauen missbraucht? Ich habe dein Vertrauen nicht missbraucht. Kaputt machen. Wer hat meine Tasche kaputt gemacht? Niemand hat deine Tasche kaputt gemacht. Sie ist kaputt gegangen.